حس زیبایی دوستی باعث پیدایش انواع هنرها میشه. شما الان ببینید مثلا خیاطی، خیاط نگاه میکنید میبینید مدل‌های مختلف هست، گلسازی، اینها چون به خاطر اینکه بشر زیبا دوست هست این چیزا به وجود آمده. و آراستگی، انسان چون آراستگی رو دوست داره میبینیم پیدایش شانه، مسواک، عطر، حتی نگاه میکنیم روغنی که میزنن به گیسوان خودشون و این چیزایی که استفاده میکنن برای اینکه تو اجتماع زیبا جلوه کنن چیز خوبیه. اسلام هم با این مخالف نیست. آرایشو برای بچه ها نمیگم، نه زن دوست داره این چیزا رو، خیلی هم قشنگه هر جور. و یه کمی ملاحظه یه کسایی رو که دوست ندارن آدم باید بکنه. خدا هم زیبایی رو دوست داره. مگه پیغمبر اسلام میگن که همیشه با بهترین عطرها و با بهترین مدل میستاده و تو مساجد میرفته و نماز میخونه؟ بشر زیبایی رو دوست داره ولی اگر بهش ایراد نگیرن خودش حد و حدودش رعایت میکنه. نه، جوانای ما مقلد نیستن، زیبایی رو دوست دارن، بعد معتقدن وقتی بهشون فشار میاد افراد میکنن. آراسته بودن و دارای پوشش خوب بودن، پوشش منظم و مرتب و لباس خوب داشتن، این یک غریزه انسانی است، همه ما داریم، در حدودی که معقوله و شرع اجازه داده، در حدی که زنهای ما به مرحله تبرج نرسن. این یه ملاکی داره، در قرآن ذکر شده ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، زن نباید خودش رو به عنوان زیبایی های خودش رو در معرض قرار بده به جوری که انگشت نما بشه. حالا یه موضوع رو برای شما میگم. بیمارستانی هستش که من الان اسمشو نمیبرم تو تهران. در این بیمارستان وقتی ما وارد میشیم باید همه چادر داشته باشن. چرا باید مریضی که اونجا روحیه نداره و بیمار هستش ما با چادر بریم اونجا؟ هیچ گونه آرایشی نباید داشته باشیم، هیچ گونه زینتی نباید داشته باشیم، در جایی که زینت آرایش مال زنه. نمیشه اصلا منکر این شد، نه الان، از خیلی سالهای قبل که اسلام به وجود اومده این زینت و آرایش مال زن بوده و هست. مثلا ما اعتقاد داریم اگر زنی تو زندگی زیبایی رو بفهمه و خانه‌اش رو خیلی قشنگ و زیبا بچینه، این خیلی قابلیت بالایی داره برای زیبا طلبی و فهم زیبایی های خود خدا. ما تو زندگی همون دو جور زن داریم، یه زنی که زیبایی رو میفهمه، یه زنی که زیبایی رو نمیفهمه. میگن اون زنی که زیبایی رو میفهمه این قابلیتش برای بندگی و شناخت خدا خیلی بالاتر از اون زنی است که زیبایی رو نمیفهمه. زیبایی رو در زندگی اصلا اگه نداشته باشیم زندگی نداریم. اما این زیبایی و این زینت رو کجا باید قرار بدیم؟ ببینید ما اشتباه گرفتیم، فکر کنیم آرایش رو و این زینت رو باید به جامعه هم انتقال بدیم، یعنی باید جامعه هم این زیبایی زن بهره ببره و به این شکلی جامعه رو مسموم میکنه. من اینجا یه نکته خیلی جدی که فکر کنم امروز جامعه ما خیلی گرفتارشه، خیلی از زنهایی که حتی به ظاهر بی‌حجابن ناراحتن، میگن شوهرای ما رو رها کردن، همسر دوم گرفتن، یا به نسبت به زندگی تعهد ندارن، دنبال هوس رانی هن. این دقیقا برگرفته از همین نکته است. وقتی زنهای جامعه خودش رو آرایش میکنن در ملای عام به همه جامعه نشون میدن، تمام مردان شهر آسیب پذیر میشن. امروز اگر میبینیم که بعضی از مردها نسبت به زندگی خودشون اون تعهد جدی رو ندارن، علت اصلیش اینه که در اون جامعه سری زنها خودشون رو ارزون عرضه میکنن.